بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما دانش آموزان عزیز، با ادامه تدریس دنباله ها در خدمت شما هستیم. بخش دنباله حسابی، توی بخش قبل با انواع الگوها که الگوهای خطی و الگوهای غیر خطی بودن آشنا شدیم و تعریف خود دنباله. گفتیم که دنباله به اعدادی میگن که پشت سر هم بیاد، حالا هر عددی، بعضیاشو میتونیم برایش یه الگوی خاص تعریف کنیم و حدس بزنیم مثلا جمله صدامش چجوری میشه، بعضی هم نمیتونیم. این جلسه میخوایم راجع به یکی از اون دسته از دنباله هایی که میتونیم روندش رو پیش بینی کنیم صحبت کنیم که اون اسمش دنباله حسابیه. خب دنباله حسابی چی هستش؟ به مجموع اعدادی که پشت سر هم قرار میگیرن و هر عدد یک مقدار ثابتی بهش اضافه میشه و عدد بعدی رو میسازه میگن دنباله حسابی. اگر شما در این دنباله‌ای که من الان برای شما اینجا نوشتم دقت کنید، یه دنباله حسابیه. چرا؟ چون الان این جمله اول که دوه، مقدار دو تا بهش اضافه میشه. جمله بعدی شیشه، مقدار دو تا دیگه هم بهش اضافه میشه و همینطور دو تا دو تا داره زیاد میشه. اگه خاطرتون باشه توی اسلاید های قبل، یعنی تو ویدیوهای قبلی راجع به الگوهای خطی صحبت میکردیم، دقیقا این الگوهای خطی هم همین شکلی بودن، یعنی یه مقدار ثابتی بهش اضافه میشد. اما الگوهای غیر خطی که شامل الگوهای درجه دو بود، اختلاف هاشون یه مقدار ثابتی بهش اضافه میشد. از این دنباله حسابی جزء خطی هاست، الگوهای خطی. خب حالا من اینجا این دنباله رو بازش کردم به این صورت. اگه شما دقت بکنید میبینید که جمله اول دوه، جمله دوم دو به علاوه یه چیزیه. اون چیز چیه؟ دوه، چون داره هر جمله دو تا بهش اضافه میشه. ببینید شده چهار. جمله سوم میشه جمله اول که همون دوه به علاوه یه دونه دو به علاوه یه دونه دو دیگه، چون یه دو که تو جمله دوم بهش اضافه شده بود، یه دو دیگه هم چون جمله سوم بهش اضافه میشه. یعنی در اصل جمله اول به علاوه دو برابر اون مقدار ثابت. اون مقدار ثابت رو ما بهش میگیم قدر نسبت دنباله حسابی که اینجا مشاهده میکنید و با دی نشونش میدن. دی اینجا دوه. ببینید مثلا اینجا دقت کنید، این دوه به علاوه سه تا دیه، یعنی سه در دو، چون دی من دوه، چون دادر دوتا دوتا زیاد میشه، که این برابر با 8. ببینید جمله چهارم من دقیقا 8ه. از این داره یه جمله عمومی به من میده. چی به من میده؟ میگه آقا جمله اولت رو به علاوه n منهای یکی دی کن. ببینید جمله اول که همون دوه، آیه که ماه، میخوام این فرمول رو با این مقایسه کنم. ببینید جمله اول همون آیه که، یعنی همون دو، به علاوه n منهای یک، یعنی شماره جمله یکی کمتر ضرب در دی که همون مقدار ثابتی که در اضافه میشه. ببینید الان جمله چهارم که 8 شده آیک به علاوه 3 تا دی، یعنی جمله چهارم 3 ضریب دی 3، جمله دوم ضریب دی 1، جمله سوم ضریب دی 2، یعنی ضریب دی همیشه از شماره جمله یه دونه کمتره. برای همین میگه آیک به علاوه n منهای 1، n شماره جمله است یه دونه کمتر ضرب در دی، و به این صورت نشون داده میشه. بعضی هم دوست دارن با فرمول یاد بگیرن، یعنی دوست دارن ریاضی رو فرمولدار یاد بگیرن، میتونن دی رو از اینجا به دست بیارن. من بالا چجوری دی رو به دست آوردم؟ از اختلاف دو تا جمله متوالی، چون
یه مقدار ثابت داره بهش اضافه میشه دیگه. پس اختلاف هر جمله از جمله قبلی میشه دی، چون همون مقدار ثابت هست. یعنی دی برابر با آن به علاوه یک، یعنی یه جمله ان منهای آن، یعنی یه جمله بیشتر منهای یه جمله کمتر. مثلا آسه منهای آدو، آچار منهای آسه، آشیش منهای آپنج. یعنی اختلاف دو تا جمله متوالی که از اینجا بخوام به دست بیارم، من اینجا به طور مثال آب مثلا پنج و شیشم، آب پنج و چهار رو میگیرم که فرقم نمی کنم. مثلا آب پنج هم که همون دهه، منهای آب چهار هم که هشت میشه دو. میشه روش بدون فرمولش. روش با فرمولش این شکلیه، میگه یه جمله دلخواه مثل آن رو بگیر، یه جمله دلخواه مثل آن، اینا رو از هم کم کن، بعد اندیس ها رو کم کن، میشه دی. ببینید من به طور مثال آ دو و آ چهار رو میخوام بگیرم، دی مساویه با آ چهار منهای آ دو. یه زیرش هم اندیساش رو کم کن، چهار منهای دو، که این برابر میشه با آ چهار من چنده؟ هشته. منهای آ دوم چنده؟ چهار. منهای چهار منهای دو برابر میشه با چهار دوم، که این برابر با همون دو. این میشه دی من. میبینید با این برابر شد. این میشه کل داستان دنباله حسابی. حالا تمرین حل میکنین که اون قضیه بیشتر جا بیفته. خب تمرین اول با هم ببینیم. میگه در یک دنباله حسابی مجموع چهار جمله اول 15 و مجموع پنج جمله بعدی آن 30 میباشد. ببینید مسئله دو تا اطلاعات به من داده. یکی مجموع چهار جمله اول به من داده، یکی هم مجموع پنج جمله بعدی آن. ببینید من هر وقت بخوام جمله عمومیشو بنویسم، ببین من باید جمله عمومی داشته باشم خب بر حسب آن، که بعد ان رو بذارم 11 که این مطلوب سوال جمله 11 ها به دست بیارم. پس یه جمله عمومی میخوام. جمله عمومی دنباله حسابی چی بود؟ آن مساویه با آ1 به علاوه n منهای یک در دی. این صورت بود. من باید آیک رو داشته باشم، دیرم داشته باشم و بعد n رو بذارم 11 و این جمله عمومی به دست بیاد و جمله 11 همه به دست بیارم. مسئله دو تا اطلاعات به من داره. من اول باید این اطلاعات رو باز کنم ببینم این دوتا چی به من میدن. ما هم حلش رو ببینیم. خب اگه دقت کنید من اون بالا اینجا اینو بازش کردم، این اطلاعات مسئله رو، یعنی به من گفته مجموع چهار جمله اول 15. ببینید مجموع چهار جمله اول 15، یعنی A1 به علاوه A2 به علاوه A3 به علاوه A4 شده 15. این مجموع چهار جمله اول. و بعد گفته مجموع پنج جمله بعدی آن، یعنی از A5 تا A9 رو با هم جمع کنم پنج جمله بعدیش میشه، شده 30. خب اسم اولی میذارم 1، اسم دومی میذارم 2. این رابطه 1 رابطه 2، رابطه 1 رو باز میکنم. خب من فرمول جمله عمومی دنباله حسابی یه بار دیگه می‌نویسم. ببینید آن میشه A1 به علاوه N منهای 1 در D. خب حالا طبق این میخوایم اینا رو باز کنیم.
A1 که خودش میشه هیچی. A2 من اینجا به جای n بذارم دو چه اتفاقی میفته؟ میشه A1 به علاوه 2 منهای 1 در D. یعنی میشه چی؟ A1 به علاوه D. جمله سوم رو باز کنم. ببینید جمله سوم میشه A3 مساویه با A1. ببینید دارم اینجا به تو این فرمول به جای n میذارم 3. چرا؟ چون A3 رو میخوام باز کنم. A3 میشه A1 به علاوه 3 منهای 1 در D که برابر با A1 به علاوه 2 D. A4 رو باز کنه میشه A1 به علاوه 3 D. همیشه ضریب D از اندیس این جمله یه واحد کمتره. اگه دقت کنید ببینید اینجا اندیس این A3، اینجا ضریب D 2ه، همیشه یه دونه کمتره. اینجا 1ه به فعل مثال، اینجا چنده؟ 2ه. می‌بینید؟ به همین صورت. و بازش می‌کنم A1 به علاوه A1 به علاوه A1 به علاوه A1 یا A1 دیگه هم برداریم میشه 4 تا A1. ببینید A1 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 و A1 میشه 4 تا A1. 1 دی با 2 تا دی با 3 تا دی هم میشه 6 تا دی. از 4 A1 به علاوه 6 دی شده 15. خب اینو تا اینجا نگه می‌دارم. اینو تا اینجا نگه میدارم. میرم عبارت 2 رو باز میکنم. عبارت 2 A5 میشه A1 به علاوه 4. ببینید دوباره زدی به D یه دونه از اندیس این کمتره. از A6 میشه A1 به علاوه 5 دی. A7 میشه A1 به علاوه 6 دی. A8 میشه A1 به علاوه 7 دی. A9 میشه A1 به علاوه 8 دی. به همین ترتیب. دوباره این بعد بشه C. اینو باز کنیم میشه A1 به علاوه 5 تا A1 داریم. 5 تا 1 داریم که میشه 5 تا 1. دی رو با هم جمع کنیم میشه 3 تا دی. از 5 تا 1 به علاوه 3 دی شده 3. خب این رابطه اولمه. نوشتم اینجا این رابطه 1، این رابطه 2 که تشکیل دو معادله دو مجموعه میشه. من از اینجا A1 و دی رو به روش حذفی به دست آوردم. حل دو معادله و دو مجهول. یعنی معادله اول تو منفی 5 ضرب کردم با هم جمع کردم ساده شد A1 به دست اومد. بعد A1 توی یکم معادله گذاشتم و بعد دیو به دست آوردم. خب الان من این دوتا رو دارم. گفتم ما برای جمله عمومی نوشتم به این دوتا نیاز داریم. پس من میتونم جمله عمومی دنباله رو بنویسم. گفتم AN برابر با A1 و علاوه N منهای 1 در D. حالا این دو تا رو جایگذاری میکنم میشه AN مساویه A1 هم شد 3 3 به علاوه N منهای 1 در D هم که 1/2. به این صورت. خب حالا ضرب میکنم این در این پرانتز ضرب میشه. میشه چی؟ میشه 3 به علاوه N دوم منهای 1/2. 3 منهای 1/2 میشه 5/2. 5/2 به علاوه N دوم که در نهایت AN برابر میشه با 5 به علاوه N دوم. پس این میشه جمله عمومی من. حالا میتونم توی حالا چند از من خواسته جمله 11 هم به جای N میذاریم 11. 5 به علاوه 11 اینجا میذاریم 5 به علاوه 11 میشه 16. 16 تقسیم بر 2 میشه 8. از جمله 11 هم به دست آوردم. یعنی اینجا ببینید جمله 11 هم A11 میشه A1 به علاوه 10 تا دی. حالا این روش دیگه به دست آوردیم. اینجا جمله عمومی حل کردیم به دست آوردیم. اینجا به جای اینکه جمله عمومی رو ساده کنیم از همون اول قرار دادیم دیو داخلش. خب این A11 گفتیم اندیس ضریب دی، یعنی ضریب دیه، یه دونه از این اندیسه
کمتره. آیا 11 رو میخوای میشه آیا که آیا 10 دادی، آیا که اون که 3 بود تیمم 1 دوم میشه 10 زد بده 1 دوم مساوی با 8. یعنی همین از اینجا همین نتیجه رو ما میده. باز مثال بیشتر از این حل توی جزوه موجوده، میتونید برید ببینید و حل کنید. خب این مثال رو هم ببینیم. میگه در یک دنباله حسابی، دنباله حسابی مجموع جملات هفتم و سیزدهم 14 می باشد. یعنی جمع جملات هفتم و سیزدهم 14 می باشد. از ما چی خواسته؟ مجموع جمله پنجم، جمله دهم و جمله پانزدهم. دوباره مثل سوال قبل من باید این فرضی که سوال به من داده رو بازش کنم، ببینم اصلا چی به من داده سوال. یعنی بیام آ هفت رو با آ 13 جمع کنم. یعنی گفته مجموع جملات آ یعنی 7 و 13 میشه 14. من بعد آ 7 رو با آ 13 جمع کنم مساوی با 14 قرار بدم. حلش رو با هم ببینیم. خب ببینید همین کارم کردم. آ 7 با آ 13 جمع شده 14. گفتم آ 7 چون آ 7 یه دونه از انیس کم می‌کنیم ضریب دی میشه. یعنی آ که برای 6 دی آ 7 میشه. آ 13 میشه آ که برای 12 دی. بعد با هم جمع میکنیم، جمع شدش چند؟ 14 طبق گفته یه اون سوال. خب آ یک با آ یک میشه 2 تا آ یک، 6 دی با 12 تا دی میشه 18 تا دی. پس 2 آ یک به علاوه 18 دی شده 14. از یه دو فاکتور میگیریم 2 تا آ یک به علاوه 9 دی میشه 14. خب پنجم من چی به دست آوردم؟ آ یک به علاوه 9 دی. چون طرفین رو به 2 تقسیم کنید، طرفین رو که به 2 تقسیم کنید آیا که به علاوه 9 دی میشه 7. خب حالا آیا که به علاوه 9 دی چیه؟ شماره کدوم جمله است؟ اگه دقت کنید گفتم اندیس اون جمله از ضریب ا ضریب دی یه دونه بیشتره. اینجا 9 دیه، پس این کدوم جمله است؟ آفرین، آ 10 میشه. پس در نتیجه این همون جمله دهم ماست. از آ 10 من برابر با چنده؟ 7. چون این همون آدهه، این دقیقا همون آدهه، آیه که بله به نهتی همون آدهه. پس این که آده هم به دست آورده. خب حالا سوال از من چی خواسته؟ از من جمع اینا رو خواسته، جمع این سه تا جمله، یعنی آ 5، آ 10 و آ 15. خب من اینا رو دونه دونه باز کردم. یعنی آ 5 شده آیه که بله 4 دی، آ 10 شده آیه که بله 9 دی و آ 15 شده آیه که بله 14 دی که جمعش رو خواستم به دست بیارم. خب آ 1 با آ 1 با آ 1 میشه 3 تا آ 1، 4 دی بله 9 دی و 14 دی میشه 27 دی. در نتیجه از یه 3 فاکتور میگیرم 3 تا آ 1 بله 9 دی میشه چند؟ خب آ 1 بله 9 دی رو من چه به دست آورده بودم، یعنی همون آده من شده بود 7. پس این 3 برابر آ 1 به علاوه 9 دی که همون 7 میشه 3 ضرب بر 7 میشه 21. همین سادگی. پس من اومدم فرض سوال رو باز کردم، به یه چیزی یه نتیجه رسیدم که آده هم 7. یعنی این فرض سوال 2 برابر آده بود که شده بود 14، مطلوب سوال 3 برابر آده بود که میشه 21. خب نمونه این مثال هم توی آزمون های سراسری زیاده، یعنی این که بتونیم با یه فرض به این نتیجه، این خیلی مهمه، این که بتونیم آده ها به دست بیاریم. ببینید این فهم خودش خیلی مهمه که به چشممون آشنا باشه آیه که بله به نهدی همون آده، این مهمه. یعنی یه نوع مفهومه که الان هم تستای کنکور به سمت مفهوم دارم میرن جلو، که این هم یه نکته مهمه. بود نمونه سوالات تو کتاب های مختلف وجود داره، در آزمون های مختلف وجود داره و من هم نمونه های زیادش توی جزوه‌ام آوردم، میتونید ببینید. این سوال کنکور سراسری سال 87 ما هم حلش میکنه. البته شبیه اون سواله، خود اون سوال نیست، به خاطر اینکه اون رو حل کنید، چون ارزشش به اینه که شما حلش کنید. حل اون سوال در داخل جزوه من حل کردم، ولی اینجا چون جنبه تدریسی من فقط درسش میدم شبیهش رو حل کردم. شما برید اونجا
خودش رو حل کنید و ببینید که واقعا یا این قسمت رو یاد گرفتید یا نه به عنوان یه کویز. سوال رو با هم بخونیم. میگه این سه تا عدد یعنی دو امنهای کا، پنج امنهای سه کا و ده امنهای چار کا سه جمله متوالی. ببینید این خیلی مهمه، این سه جمله متوالی از زنبال حسابی. من میخوام بهتون بگم که سه جمله متوالی بودن از دنباله حسابی چه نتیجه ای داره، ما چی باید بفهمیم از این. خب الان روی این بحث کنیم. چیزی که ما باید از این بفهمیم اینه، ببینید من دنباله حسابی برای شما مثال میزنم، به طور مثال 5، 8 و 11. خب این یه دنباله حسابی با قدر نسبت 3. خب قدر نسبت چی بود؟ اون مقداری که داره زیاد میشه، یعنی اینجا داره 3 تا بهش اضافه میشه، پس قدر نسبتش 3. اینجا هم به همین ترتیب همین اتفاق داره میفته. خب پس این همون دیه منه، ببینید این دیه منه. خب قبول دارید اختلاف هر دو تا جمله متوالی همون دیه ماست. توی اون اسلاید اولی که داشتم دنبال حسابی رو تعریف می‌کردم این کارو کردم، گفتم دیو از کجا به دست می‌یاریم؟ از اختلاف دو جمله متوالی، یعنی آن به علاوه یک منهای آن میشه دو جمله متوالی، آسه منهای آدو، آچار منهای آسه، آپای منهای آچار به همین ترتیب. خب پس یعنی من اگه این رو از این کم کنم، یعنی 8 منهای 5 با 11 منهای 8 برابره، یعنی 11 منهای 8 مساوی با دیه، 8 منهای 5 هم مساوی با دیه، یعنی این دو تا با هم برابرن. من یعنی میتونم بگم 11 منهای 8 برابر با 8 منهای 5. حالا میخوام این قانون رو تو حل این استفاده کنم. ببینید این فرض کنید 8 فرض کنید، خب این محکمی نیست، بخوام با این مقایسهش کنید با این مثاله، این فرض کنید 8 باشه، این 11 و اینم 5، یعنی 8 منهای 5 با 11 منهای 8 برابره، منهاش کنیم تفریقش. پس یعنی از این باید من برابر قرار بدم اینا رو و دی و کار رو محاسبه کنم و بعد سه جمله رو به دست بیارم. ببینید یعنی 5 منهای 3 کا، این همون 8ی که توی مثال داشتیم، منهای 2 منهای کا، این همون 5، یعنی 8 منهای 5. من چون دارم مقایسه میکنم با اینا دارم 8 و 5 میذارم، یعنی 8 و 5 نیست ما نمیدونیم چندن. خب مساوی با 11 منهای 8، یعنی 10 منهای 4 کا، 5 منهای 3 کا. خب اینو منفی باید تو جفتش ضرب بشه به این صورت، چون پرانتز داره، خب منفی باید تأثیر بدیم، یعنی میشه 5 منهای 3 کا منهای 2 منهای کا، اون برم میشه 10 منهای 4 کا منهای 5 کا به علاوه 3 کا، چون منفی تأثیر داریم. خب اینو حل کنیم، معادل درجه 1 کا میشه منفی 2 اینجا دیدیم. حالا که کا شد منفی 2 میتونم عددها رو چیکار کنم به دست بیارم؟ ببینید اینجا کا رو بذارم منفی 2 میشه 18، میشه 10 منهای 4 ضرب در منفی 2 میشه 18. اینجا کا رو بذارم منفی 2 میشه منفی، یعنی میشه 5 منهای 3 در منفی 2، این مساویه با چنده؟ 11. پس این 11ه، اینجا هم منفی 2 رو بذارم میشه 4. پس اعداد من 4، 11 و 18 بودن، این سه تا عدد من. خب پس دیدیم که قانون سه جمله متوالی بودن یعنی چی؟ یعنی اختلافشون از هم مقدار ثابتیه،
من از این طریق تونستم معادله رو بنویسم. میرسیم به قسمت درج واسطه حسابی. اول میخوایم بگیم که واسطه حسابی چی اصلا، و بعد بیایم بگیم چجوری میشه واسطه حسابی رو درج کرد. همونطور که میبینید یه اگر A, B, C جمله های متوالی دنبال حسابی باشن، آنگاه B رو واسطه حسابی بین A و C مینامیم و به این صورت نشون میدیم. خب اگه دقت کنید بی همون میانگینه دیگه، اینجا تعریف همون میانگین شده تقریبا، چون یه واسطه است. حالا بعدا راجبه صحبت میکنیم. اول من میخوام بگم که اصلا این از کجا اومده این فرمول. توی اسلاید قبل سوال حل کردم و جمله متوالی بودن رو اونجا با هم صحبت کردیم که چه خاصیتی داره. شما تصور کنید این همون 5، 8 و 11 که با هم صحبت کردیم، یعنی 11 منهای 8 با 8 منهای 5 برابره دیگه، چون این جمله متوالی هم چون همه شون برابر با دیگه. خب از اینجا من میام میگم C منهای B برابر با B منهای A، درسته؟ خب اینجا چه نتیجه میگیرم؟ اگر این B رو بیارم این ور و این A رو ببرم سمت چپ تساوی، وقت چه اتفاقی میفته؟ این میشه مثبت، میشه C به علاوه A برابر با دو تا B، چون یه B که قبلا اون ور بود یه B هم که شد مثبت اومد این ور، شد دو تا B. خب اگه طرفین رو به دو تقسیم کنیم، تقسیمش بکنم به دو، اون وقت C به علاوه A دوم برابر با B، یعنی همون چیزی که من این بالا نوشتم. بس اینو من اثبات کردم با همون خواص جمله متوالی بودن در دنباله حسابی. این میشه تعریف واسطه حسابی. حالا میخوایم راجع به روش درجش صحبت کنیم. مثلا توی سوال دو تا عدد به ما میدن، مثل عدد A و عدد B، و به ما میگن بینشون به طور مثال 4 تا واسطه، 5 تا واسطه، 6 تا و هر عددی میتونه باشه، درج کنید. من این روش رو برای 4 تا واسطه توضیح میدم و بعد مثال که حل میکنیم همین روش رو میشه برای همه تعداد واسطه ها ادامه داد، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این کتاب های متعددی که شما نگاه کنید برای تعداد واسطه ها فرمول آوردن، ولی من چون اعتقادی به فرمول ندارم. این ریاضی رو شما نباید فرمول وار یاد بگیرید، باید مفهومش رو بفهمید، اینجوری باید سوال حل کنید، چون الان سوال کنکور و اکثر آزمون ها به سمت مفهومی شدن داره میره. پس دیگه فرمول و جایگذاری اینا جواب نمیده، هم تو کار علمی بیرون و هم توی آزمون های کنکور و سراسری فرمول وار یاد گرفتن هیچ کمکی به ما نمیکنه. الان که حل کنیم میبینید همین روش ساده تره و هم سریع تره. فرض کنید سوال دو تا عدد به من داده مثل A و B، میگه 4 تا واسطه بینش درج کن. تا گفت 4 تا، من 4 تا دایره به این صورت میکشم بینشون، چون این اعداد باید بین این دو تا قرار بگیرن چون واسطه، یعنی این جمله اول A، جمله دوم میشه A به علاوه D. دیم چیه؟ همون واسطه حسابی منه، چون داره یه مقدار ثابتی بهش اضافه میشه. من بین جمله ها ویرگول بذارم که تفکیک بشن از هم. خب جمله بعدی یه دیه باش جمع میشه، میشه آیه که بله دو دی. جمله بعدی میشه آیه که بله سه دی، همون چیزی که تو جمله عمومی خوندیم. جمله سوم میشه آیه که بله دو دی، دیگه جمله سومه میشه آیه که بله دو دی. و بعد یه دیگه همینجوری جمع میشه، در نهایت بی من با این برابره. ببینید چون جمله قبلیش آیه که بله به چهار دیه دیگه، یه دی باش جمع بشه باید بشه بی، پس بی میشه آیه به علاوه پنج دی به این صورت. خب بیا که خود سوال به من داده، آه هم که سوال داده، خب من راحت اینجا دی به دست میارم، دی به دست میاد. دیو که به دست آوردم، خب آ رو دارم، همینجوری به علاوه دی میکنم، کل واسطه هم درج میشه.
و به همین سادگی سوال حل میشه. یه مثال حل میکنیم کاملا براتون جا میفته. خب به این تمرین توجه کنید. میگه بین دو عدد 10 و 40 میخواییم 5 تا واسطه حسابی درج کنیم. یعنی من الان این توی همون روشی که توضیح دادم اینجا A، این B. یعنی سوال اولین عدد و آخرین عدد به من داده، چون گفته عددهای دیگه بین این دوتا باشن. یعنی عدد اول و عدد آخر به من داده، A و B به من داده. پس من باید A رو بنویسم و چون گفته 5 تا واسطه، 5 تا جا خالی بینش. این به روش حلش توجه کنید. این A من، این A منه، این B منه و اینم 5 تا جای خالی بینش که اون 5 تا واسطه من میشن. خب اگه این 10 باشه آیکم، بعدی میشه 10 به علاوه دی، یعنی هم آیک به علاوه دی، بعدی میشه 10 به علاوه 2 دی، بعدی میشه 10 به علاوه 3 دی، بعدی 10 به علاوه 4 دی، بعدی 10 به علاوه 5 دی و خود 40 میشه آیک به علاوه 6 دی، یعنی همون 10 به علاوه 6 دی. خب من میام این رو مساوی با همون بی من که همون 40 قرار میدم اینجا. ببینید یعنی آیک به علاوه 6 دی مساوی با 40 شده. آیکو که دارم اینجا 10، ببینید خود سوال من داده، 40 هم که همون بی منه سوال داده، فقط دی اینجا مچوله. خب از اینجا قرار میدم 10 آیکو، اینم که دارم دی رو به دست میارم. دی که به دست اومد دیو راحت به 10 اضافه میکنم و تا آخر میدم جلو تا 40 برسم. اولیش 10، بعدیش 5 تا، 15، 20، 25، 30، 35، 40. این میشه 5 تا واسطه که من اینجا درد شد. هیچ نیازی هم به فرمول نبود. باز مثال بیشتر از این حل داخل جزوه هستش و باز شما میتونید به عنوان تمرین تو کتاب‌های مختلف یا هم جزوه بنده یا هر کتاب دیگه یا حتی تستای کنکور رو بزنید. این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم استفاده کرده باشید، براتون مفید باشه. خسته نباشید و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.